شش پولیسوال هرات به اساس فرمان رئیس جمهوری از یک بولسوالی به دیگر بولسوالی تبدیل شدند. با اینکه مقام های محلی هرات علت این جا به جایی ها را ایجاد اصلاحات عنوان اما از سوی هم شورای ولایتی هرات با انتقاد از ارگان های محلی می گوید پولیسوال هایی که توانایی انجام وظایفشان را نداشتند به عوض تبدیلی باید برکنار می شدن. اما برخی از نمایندگان مردم در شورا تاکید دارند حکومت مرکزی باید از جوانان تحصیل کرده در پولیسوالی ها استفاده نماید. سلیم مقیمی گزارش می دهد. آغاز اصلاحات در شش ولسوالی هراد از سوی مقام عالی ریاست جمهوری عمل کرده شش ولسول هرود مسئولان ارگان های محل و مقام های عالی ریاست جمهوری را برهان داشت تا دست به یک سلسله تغییر و تحولات در حیطه به وجود آمدن اصلاحات بزنند. بر این اساس فلسفال های قوریان و چشت، پشتون زرغون و گلران، کشک کهنه و ادرسکن به ترتیب جاهایشان عوض گردید. و جا به جایی ها و مقرره های تبدیلی های هم که صورت گرفته به اساس قانون خدمات ملکی و با حکم مقام عالی ریاست جمهوری صورت. اما تغییر و تبدیلی شش ولسوال هرات با موافقت و مخالفت برخی از نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات روبرو شده است. برخی از اعضای شورای ولایتی ایراد معتقدند جا به جایی ها و استفاده از کترهای جوان می تواند برای باشندگان ولسوالی ها موثریت بیشتری داشته باشد. اما من با بی باور هستم که باید از نیروی جوان متخصص و با تجربه استفاده باشه و خوبه که دولت افغانستان حکومت وحدت ملی به مروها دیگه هم فرصت بده که از تجربه از اونا استفاده بهینه صورت بگیره. اما برخی از اعضای شورای ولایتی هرات ساز مخالف میزنند و تاکید دارند افرادی که تبدیل شدهاند ممکن است در انجام وظایفشان عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش گذاشته باشند این نمایندگان از اداره محلی هراد میخواهند تا در این زمینه وضاحت بیشتری بدهد اگر ولسوال بی کفایت بوده خب باید برکنار بشه و اگر توانمندی نداشته و ولی خب بی کفایت هم نبود انقدر توانمندی نداشته که در یک ولسوالی کار بکنه خب مسلما در ولسوالی دیگه هم کار کرده نمیتونه این برای نخستین باری است که هرات شاهد تغییر و تبدیلی ولسوال شش ولسوالی به صورت امزمان است دیده شود با انجام این اصلاحات چه تغییراتی در روند پیشرفت کار این ولسوالی ها رونما خواهد شد.